مبارزه مردم ایران با دیکتاتوری چه زمانی آغاز شده؟ این مبارزه طی دورانها و های مختلف چه فراز و هایی رو طی کرده؟ قانونمندی های این مبارزه چیه و پاسخ ما به این قانونمندی ها چی بوده؟ الان این مبارزه در چه نقطه‌ای قرار داره و برگزاری گرد همایی بزرگ مقاومت چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ اینها و بیشتر از اینها سوالاتی بود که پیش روی برادر مجاهد مهدی ابریشمچی گذاشتیم و ازشون خواستیم که به ما پاسخ بدن پس ازتون دعوت میکنم که بیننده این مصاحبه باشید هموطنان عزیزم اشرف نشانهای دلیل و سخت کوش که این روزها با تمام قوا برای برگزاری هرچه با شکوهتر کهکشان کهکشان قیام تلاش میکنید دست مریزاد چرا؟ چون میخواهیم بعضی رو که 53 سال پیش کاشته شد و به خصوص در چهل سال حاکمیت آخوندها با خون عزیزترین فرزندان مردم ایران آبیاری شد با پیروزی بر اهریمن برای مردم ایران به بار بنشونیم و برگزاری این کهکشان دقیقا در همین راستاست فراموش نمی کنیم که چه سال پیش ایران میهن عزیز ما به دلیل دزدیده شدن رهبری قیام مردم بر علیه شاه خائن عملا توسط یک نیروی ضد تاریخی و واپسگرا یعنی خمینی و دار و دستش اشغال شد مردم ایران زنان و مردان ایرانی که برای آزادی نظام سلطنتی رو سرنگون کرده بودند به سرعت این رژیم مستبد و آزادی کش رو شناختند و به همین دلیل در سی خرداد 1160 نه تاریخیشون رو به این رژیم گفتند از همون روز علارغم پرداختن سنگینترین ترین بها مردم ایران یک گام در نبرد برای آزادی به عقب برنداشتند، نداشتند چون اونها فرزندان تاریخی مصدق ستارخان، باقرخان، میرزا کوچک و حنیف بودند کسانی که همشون جان باختند ولی دست از دامن آزادی برنداشتند. نداشتند به قول شاعر آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود زجان شستم از برای آزادی در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی دامن محبت را گر کنی خون رنگین میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی بله این مردم همه با هم در تاریخ ایران در واقع پیشوایان آزادی هستند و سرفرازانه مسئولیت به گور سپردن ترین نیروی ضد بشری تاریخ یعنی ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام رو به عهده گرفتند درست به همین دلیل در طول این چهل سال هر رنجی و هر فدایی رو پذیرفتند ولی در مطالبه آزادی یک قدم به عقب بر نداشتند و در واقع مثل قهرمانان سیه تیر فریاد زدند یک پا ننهیم به قدمی به عقب تا دم مرگ خمینی و داره دستش داره دسته کارش 120 هزار فرزندان مجاهد و مبارز این ملت رو کشتند سی هزار نفر زندانیان سیاسی رو سربدار کردند صدها هزار نفر رو تو گوشه سیاه چالها و شکنجگاه ها به اسارت گرفتند ولی مردم ایران یک گام از نه تاریخیشون کوتاه نیومدند زنان و مردان مجاهد اشرفی ها و اشرف نشان ها که چهل ساله که در سنگرهای آزادی در داخل و خارج میهن نبرد میکنند تبلور و تجسم همین اراده سطور که خلق قهرمان ایران و نه تاریخی اونها به خمینی درست به همین دلیل نبردشون رو به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران شروع کردند و با همین نام ادامه میدند توی این چهل سال استبداد و استعمار دست به دست هم دادند و این مردم و پیشتازاشون رو با انواع ابتلاها و سختی ها روبرو کردند ولی نتونستند خلالی در اراده این خلق و فرزندان مجاهدش به وجود بیارند آخوندها با قارت و چپاول اموال مردم ایران ضمن به وجود آوردن یک قشر فاسد از ملاهای بیدین و وطن فروش و همپالکی هاشون لغمه های نون رو از دهن کودکان ما و از دست مادران و پدرانشان دزدیدند و صرف ساختن ماشین های جهنمی سرکوب از پاسدار و چی و نیروی انتظامی توی ایران و استخدام مزدوران برای جنگ و آدم و قدرت کاذب توی خارج مرزها نمودند و البته حساب های بانکیشون بانکی, بانکی شخصیشون از میلیاردها گذشت متقابلا خلق قهرمان ایران هم در مقابل اون نیروی سرکوبگر ارتش آزادی بخش ملی رو به مسابه سلاح و بازوی پر اقتدار خلق قهرمان ایران برای پاسخ آتش اهریمن با آتش خلق به دست گرفت و از ناموس و شرف ایران و ایرانی و آزادی خودش دفاع کرد و رژیم رو به زیر آتش گرفت ارتش آزادی بخش مهران را آزاد کرد و بعد از مهران همونطور که شعار داد ارتش نوبت تهران رسید و این ارتش نشون داد که قابلیت سرنگونی رژیم رو داره و به این ترتیب رژیم رو به خاک سیاه نشوند و جام زهر آتش بس رو به حلقوم رژیم ریخت متقابلا آخوندها آخوندهای جنایتکار نه فقط در داخل ایران سرکوب خونین خودشون رو ادامه دادند بلکه با به قارت دادن و به تاراج دادن اموال مردم ایران تا اونجایی که تونستند استعمار رو به نفع خودشون و بر علیه مردم و مجاهدین خلق ایران وارد میدون کردند البته در سایه سیاست مماشات اونها و من جمله مقاومت زفرنمون و مشروع این خلق رو در یک توطعه ننگین استعماری ارتجایی وارد لیست های تروریستی کردند و در جریان اشغال اراق هم قرارگاه های این ارتش رو اعتلاف بمباران کرد و ده ها نفر از زنان و مردان دلیر مجاهدش رو کشت و به شهادت رسوند بعد سلاحاشون رو گرفت و بعد هم استعمار و ارتجا قرارگاه اشرف و بعد لیبرتی رو به زندون تبدیل کردند. بالاخره حتی در روزهایی مانند این روزها در سال 2003 17 جوان در یک معامله ننگین و استعماری ارتجاعی کمر به نابودی نهایی و ضربه به سر این مقاومت بستند اونجا بود که اوراق قراردادهای چند ده میلیاردی فرانسه با آخوندها با شعله مشعلهای فروزان آزادی سوخت و به خاکستر تبدیل شد و جهانی رو بر علیه این جنایت شروندند و صدیقه و ندا با دسته ای از کبوتران آزادی خود رو به آتش کشیدند ولی آتش توطعه و فتنه استعماری و ارتجاعی رو با آتش جانهاشون و قلبهاشون پاسخ دادند و اون رو به گور سپردند و از آتش این توطعه هزار بار پولاندین و آسیب ناپذیرتر بیرون اومدند بله ای مرغ سهر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد کما اینکه در اشرف هم قتل عام 52 مجاهد خلق در سال 1392 نه تنها ذره ای در استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی بخش خلالی وارد نکرد بلکه استراتژی هزار اشرف یعنی تکثیر سلاح و آتش خلق در مقابل آتش ضد خلق پاسخ مسعود رهبری این نسل به اون بود از طرف دیگه به خصوص شما اشرف نشانها که درود بر شما جنگی دید و شوری دید و اوراق توته های استعماری ارتجایی رو یکی بعد از دیگری سوزون دید و در واقع هم جبهه صدیقه و ندا شدید و ایستادید و ایستادید شب و روز در باد و باران و گرما و سرما تا اینکه بالاخره تورهای ارتجاعی استعماری لیست های تروریستی رو از هم دریدید به این ترتیب اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر جهان شوریدند و دویدند و دویدند تا به قله کوه دوران تهاجم رسیدند بله به یمن تلاش های مریم رهایی و شورش شما اشرف نشان ها در خارج کشور اشرفی ها پیروزمند از زندان لیبرتی مجددا به قرارگاه امن اشرف سه آمدند در داخل کشور هم همین نسل دست به دست هم دادند زنجیر کردند و شبکه های مقاومت رو گسترش دادند و ناگهان در هفت دی هفت دی سال 96 علا رغم سرکوب گسترده آخوندی قیام منفجر شد و کانون های شورشی در هیئت استراتژی هزار اشرف و هزار کانون شورشی وارد میدون شدند و خلق و اخشار و طبقات مختلف مردم مردم به جان اومده از ظلم و ستم آخوندی آگاه شده از نبرد چهل ساله فرزندان مجاهدشون فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه و فریاد اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا و اسلام رو پله کردید و مردم رو زل کردید رو سر دادند و همه مواضع اصولی مقاومت و مجاهدین رو تو خیابونهای شهرهای ایران فریاد زدند و قیام قیام مردم و نبرد کانونهای شورشی علا رغم سرکوب زندان شکنجه و اعدام ادامه پیدا کرد و تا امروز دیگه متوقف نشد البته سلاح استراتژیک ما کانونهای شورشیه یعنی هزار اشرف و تداوم بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران ولی اشرف های عزیز فراموش نکنید که نبرد با دیکتاتورها و به خصوص رژیم ضد بشری آخوندی به دو معلفه و دو معلفه مشخص نیاز داره بازوی نظامی و بازوی سیاسی ما میخواییم تو این کهکشان بر همه کسانی که تو دنیای سیاست میخوان منکر قدرت این آلترناتیف بشند بشوریم آخر از سال شست که مقاومت مسلحان آغاز شد پا به پای اون آلترناتیف رژیم آخوندی یعنی شورای ملی مقاومت هم معرفی شد بدون این آلترناتیو مبارزه برای سرنگونی به سرانجام نمیرسه اون که تو سوریه میگذره شاهد بسیار گویای این واقعیته دیکتاتوری و سرکوب اساسا برای همینه که این آلترناتیو سیاسی شکل نگیره چون تو فاز سیاسی این آلترناتیو به هیئت مجاهدین و متحدینشون شکل گرفته بود و میرفت رژیم رو از طریق حرکت های اجتماعی و سیاسی با روش های مسالمت سرنگون کنه یعنی از پیش پا بر داره خمینی برای جلوگیری از همین موضوع و همین سرنوشت رژیمش کاندید ریاست جمهوری ما رو حذف کرد نگذاش کسی از ما وارد مجلس بشه چون همه میگفتند ما آلترناتیو و نیروی دوم بعد از آخوندهای حاکم هستیم سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز سی خرداد شست هم برای جلوگیری از ماده شدن و تبلور همین آلترناتیو بود درست به همین دلیل فقط یک ماه بعد از شروع مقامت مسلحانه در سی تیر برادرمون مسعود در اوج هوشیاری سیاسی و استراتژیک شورای ملی مقاومت رو تأسیس کرد و بعد هم سازمان هوشیارانه این آلترناتیو رو برای ممانعت از سرکوب و نابودی یعنی همین چتر سیاسی و آلترناتیو رو به خارج کشور منتقل کرد امروز هم درست در شرایطی که رژیم در معرض سرنگونیه هم خودش و هم دم و دنبالچهاش و لابیهاش سعی میکنند منکر این آلترناتیو و پایگاهش بشند بله مقاومت مردم که یک روز در ارتش آزادی بخش و بعد در تداوم اون در های شورشی در رو در روی با قوای سرکوبگر رژیم خودشو نشون میده مکمل اون همین آلترناتیو سیاسیه کهکشان قدرت این آلترناتیو سیاسی رو بارز میکنه و به مردم ایران و به مردم جهان و به دولت ها نشون میده که وقتی کانونهای شورشی کار خودشون رو میکنند یک آلترناتیو سیاسی برای جایگزینی رژیم وجود داره بنابراین نبرد کانون های شورشی و فعالیت هاشون اون روی سکه تلاش های سیاسی آلترناتیوه یعنی همون که عالی ترین نمودش این کهکشانه به همین دلیل میبینید که این روزها تقریبا تمامی سران رژیم زوزه میکشند و به دولت های خارجی آبیختند و چنگ زدند و به خصوص به فرانسه و بر روی اون فشار گذاشتند که مانع شکل گیری کهکشان بشند بنابراین تلاش شما برای هرچه با شکوه تر کردن کهکشان شورشی است بر علیه رژیم و مزدورانش و اون روی سکه شورش کانونهای شورشی در داخل کشوره درست همونطور که نمیشه بدون نبرد کانونهای شورشی قیام رو تداوم بخشید و رژیم رو سرنگون کرد از بارز کردن قدرت این آلترناتیف در صحنه سیاسی هم استراتژیک نمیشه صرف نظر کرد کهکشان قیام با بارز کردن جایگاه آلترناتیف رژیم در صحنه سیاسی پشت جبهه و پشتیبان قدرتمندی برای کانونهای شورشیه و حالا این ماییم که در کهکشان قیام میخواهیم اراده مردم برای سرنگونی رژیم رو در مقابل جهانیان به نمایش بگذاریم میخواهیم که آنچنان چون طوفان شورش بپا کنیم که کهکشان 120 هزار و 30 هزار شهید در سی جوان در افق سیاسی ایران طلوع کنه تا با نور و گرمای اون چشم دشمنان و آخوندها کور و برعکس قلب مردم و قیام کننده ها یعنی کامیوندارا اهالی کازرون و ورزنه و کانونهای شورشی و به خصوص زندانیان سیاسی قهرمانمون گرم و روشن بشه ما میخواییم نشون بدیم که هیچ خس و خاشاکی و هیچ توطعه استعماری و ارتجایی قدرت ایستادگی در مقابل اراده ما رو نداره می خواهیم نشون بدیم همونطوری که چهل سال سرکوب و توطعه گوناگون رو به شکست کشوندیم اراده کردیم که گام آخر رو برداریم یک دفعه دیگه ارادمون همون اراده سترگ اشرفی و اشرف نشان همون اراده راست قامتان در اشرف و لیبرتی و آلبانی و همون اراده توت شکن در سراسر دنیا رو برای پیروزی مردممون بر هر مانع در خاک میهن تحمیل کنیم میخواهیم رژیم رو جارو کنیم و ایران رو آزاد کنیم